اسباب سینماتوگراف که ابتیا شد، جماعتی بسیار دل به آرتیست شدن دادند. ممدلی خان کشاورز یکی از این دلداده های آرتیستی بود. ناصرالدین شاه آکتور سینما، درام کمدیست در 10 پرده با اشتراک او، عزت الله خان انتظامی، میز مهدی آقا هاشمی، اکبر آقا عبدی، فاطمه خانم معتمداریا، ماهی خانم، سبیه موسیو پتروسیان و خیلی از آرتیست های مهم. ببینیدش؟ برای این هفته یکی از فیلم‌های برجسته و منحصر به فرد تاریخ سینمای ایران رو انتخاب کردیم که ببینیم. ناصرالدین شاه آکتور سینما، ساختگی محسن مخملباف، محصول سال 1370 است. فیلمی که حدود 30 سال از ساختش می‌گذره و در زمان خودش در جشنواره‌های فیلم بین‌المللی و داخلی به خوبی درخشید. بعد البته برای سازندش دردسرساز شد و به محاق توقیف رفت. این فیلم سفری هست در تاریخ سینمای ایران به روایت محسن مخملباف. این فیلم که حالا دیگه یکی از فیلم‌های برجسته تاریخ سینمای ایران و یه اثر کلاسیک به شمار میاد، به تازگی بازسازی شده و امکان دیدن مجددش با کیفیت خوب فراهم هست. برای صحبت در مورد این فیلم از آقای مخملباف دعوت کردیم که از راه دور همراه ما باشن. فیلم رو ببینیم، بعد مفصل درباره‌اش صحبت میکنیم. دلم برایت تنگ می شود آتیه. وقتی برگشتم دو حجره اجاره می کنیم در شمس العماره، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف. از جوانی همینجا همدیگر را مدام می بینیم و خیال می بینیم. فراغ فرنگ خیال آخر است آتیه، اما چاره چیست؟ مأمورم با سلطان به فرنگ بروم بابت آوردن اسباب سینماتوگراف. وقتی نبودی همینجا در انتظار تو نشسته بودم، خواب غریبی دیدم.
مجلس عروسی بود. تو خوشحالی میکردی. ساقدوش نقاب از عروس تو برداشت تا سلطان رونما بدهد. اما عروس تو من نبودم. پس عروس ما که بود آتیه؟ اسباب سینماتوگراف. کی باز میکردی؟ کی؟ این برف آب نشده. خداحافظ آتیه. شنبه اول. از نیمه راه برف نبارید، ابرها باز شدند و دل و عکاس باشی باز نشد. اسباب سینماتوگراف ابتیاج شد. سلطان فلفور مقرر فرمودند از مراسم استقبال فیلم برداشت کنم. عرض شد قبله عالم، اسباب سینماتوگراف سنگین است. فرمودند چند حمال اجیر شوند. ملازمان همه جا جستجو کردند، یافت نشد. بار را یک تنه بر دوش کشیدند. شنبه دوم. مردم فرنگ سه روز و سه شب است از ما استقبال کردند. جشن و سرور زیاد بود. همه چیز خوب است، نعمت فراوان است، لکن آتیه ندارد. برای من آتیه ندارد. نمیدانی چند اندازه دلم برای تنگ شده است. آتیه. جمعه سوم. دلم برای تنگ شده است. آتیه. جمعه چهارم. دلم برای تنگ شده است. آتیه. آه آتیه کجایی؟ یک شنبه پنجم. با سلطان به تماشای سینماتوگراف رفتیم. مقرر شد به وقت بازگشت عکاس باشی تو از خزانه پول استقراض کند جهت تأسیس سینماتوگراف و وصال با تو. به دلم برات شده است که فردا باز می‌گردیم. دلم برایت قد یک ارزن شده است آتیه. از شوق بازگشت سر از پا نمی‌شناسم. از دیروز مراجعت می‌کنیم. راه دراز است. کی می‌رسیم خدا می‌داند. اسباب خسته‌اند. ملازمان رکاب یکی یکی از پا در می‌آیند. اما عکاس باشی دلش روشن است که اجل فراغ می‌رسد. انگشت من نگاه کنید و برای ثبت تاریخ از سفر پاریس بگویید. یک شنبه 17 تیر سنه 1279 به معیت شما ابرام خان عکاس باشی برای تماشای سینماتوگراف لانتر ماژی رفته. ماژی راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟ کات قبله عالم. این کات یعنی حرف نزن خفه شد.
زنها چرا در اندرون رو باز نمیکنن؟ فراش باشی؟ ما نبودیم اینجا خبر شده؟ مختصر اخباری هست که عرض خواهد شد. بله. تزار 10 میلیون منات باج میخواست، دادیم تا اشقاباد را پس بگیریم. بله. ندادن. بله. عملجات طرف و خلوت و خاجگان حرم سرای مبارکه که تا کنون برخت نوکری و لفت و لیست قناعت داشتند، مواجب میخواستند، ندادیم، به گدایی افتادند. از بیکاری چه بهتره؟ سیقه های درجه 3 و زنان از 50 گذشته همیشه به نماز ماهی 500 تومان مستمری دیوانی میخواستند، ندادیم، باب حرم را به روی سلطان مسدود اعلام کردن؟ دادم یانده، خب میدادی؟ از کجا قبله عالم؟ از کجا؟ خزانه ملت از قلب سلطان پاکتر است. عجبا، عجبا، خیر سرمان میخواستیم برای ملت سینما توغراف تأسیس بکنیم مثلا. عکاس باشه، هل مفلس فی امان الله، پرمول یختر. پس آتیه چه می شود؟ تصدق تن گردن. دادا جان، شاه بابا جان، های دادا جان، ننم اولدی. سلطان قولی را که در سفر مبارک دادند فراموش کردند. ما خودمان جان نداریم، بخوابیم آمدیم سر قبر پدرمان. 20 سال است قربان، 20 سال است آتیه من زیر اشجار بیبرگ در انتظار وصال من است. من تنگال میشم آخر... بابا جان آخر با چه رویی پیش او برگردم؟ من یتیم گال میشم بابا جان. من جسارت است قربان، جسارت است، برای من هم فاتحه بخوانی. عکاس باشی را ارسال کن تبریز نزد پسر من سینماتوگراف سند کند. دادا جان برو پیش شاه بابا. باشینا کجا ارسال کردی؟ ساحر ملعون فرمودید پیش پدرم قبله عالم. عجبا، من گفتم پیش پسرم، نقل رخشوی زن وزیر گمرک هست، گفتم سرش نبور، شنیدی که ببور. مجرم ابراهیم خان، شهرت عکاس باشی، جرم عکاسی در اندرونی مبارکه،
قبله عالم فراش باشی مرا میشناسد؟ فدوی مجرم را نمیشناسم. قبله عالم فرزند شما مظفرالدین شاه مقرر فرمودند در امر تأسیس سینماتوگراف تعجیل کنم. پدر سوخته، ما خود هنوز نمردیم تا پسرمون شاه شود. ماری جان قصه‌اش رو کوتاه کن. سلطان چون همیشه در باب قضاوت تعجیل روا داشتند. سینو چی؟ گراف، عکس متحرک از قبله عالم. این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند. عکاس باشی حکایت کند. چاکر حکایتی دارم مکتوب در باب یکی از مأمورین عدلیه که از رعیت خراج بی حساب گرفته و ملت از دست او به تنگ آمده. قبله ی عالم، این حکایت نظمیه را تضعیف می کند. رشوه‌خواری نظمیه را تضعیف می کند. قبله ی عالم، رشوه‌خواری نظمیه را تضعیف می کند. تعجیل کن، طوفانی در راه است. امیر رضام، دوباره به نفع ملت سر ما کلا نگذاری. من مکتوب دیگری دارم در باب سلطانی مهر پرور و عاشق. خلوت سلطان است، منصرف شوید. قصه این و آن رها کن، حکایت خود را سرد کن. حکایت خود را بگو. حکایتی دارم نامکتوب در باب رژیسوری که عقب سوژه میگردد. شخصی را میابد که با سینماتوگراف دشمن حربیست چون نمیشناسد. رژیسور از یومیات او فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده با سینماتوگراف آشتی میکند. نام این سوژه را گذاشتم حاجی آقا اکتر سینما.
شاهزاده های سلطان را بیاورید برای تماشا. بچه ها همه از ما؟ بله قبله عالم. گوبی؟ این هم از ما؟ بله قربان. سالار دوله از فزت الملوک. کدام فزت الملوک؟ بحرینی که 2 سنه و 9 برج پیش سیغه فرمودی. سالار دوله؟ مفرح است. تماشا کن. بود یا خیال؟ سینماتوگراف واقعی را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میداد قربان. عجب گلنار، آینه زود گیمه تو اصلاح کن، جعفر منتظر است. ملیشک نگذار برابر.
قبله یارم سلامتید. آن خیال ماهرو را به ما بازگردان. آن یک بار هم اتفاقی بود قبله یارم. قل و زنجیر و محبس ناپس که به پاس زور به اهل زور کاریست قبله یارم. عکاس باشی اهل دل است. قبله اهل دل ماهروی مصنوع تو را می طلبند. گلار 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 بازگرد بازگرد گلنام. تا به آتیه نرسم محال است. متایی از لرستان داشته باشیم. جعفر صدیق الحرم نام گلنار رو در دفتر زنان ما ثبت. بله گلنار کجا؟ عکاس باشی. سینماتوگراف آورده بودم قبله یارم. واسطت الحیل شدم. پدر سوخته فکولی. حجره پیش از تو از آن کمال الملک بود که قلم به نان نفروخت. چنین باش اگر غم نان نداشتم 20 سال آتیه زیر اشجار بیبرگ در انتظار وصال من نمیماند. به فراش باشی امر کنید مرا به آتیه بازگرداند. او خبره ارجاع به گذشته. پس عاقبت من چه میشود؟ به آتیه میرسم
یا در ازمنه قدیم میپوسم. پس تقدیر گریزی نیست، تو گام به گام سینماتوگراف صنعت میکنی. اگر بر پیشبرد زمانه اثر کند، اون وقت به وصال آتیه میرسیم. وقتی در آتیه میزیستم دیدم که سلطان امر کرد رگ شما را در حمام زدن. یه دندانت نناس، چشم سپید، این گی سپید، تا همه دندان سپید آمده بودند. او را به دست زنان بسپارید، سرسره سوارش کنید. فخرالدوله سرسره سوارش کن. چرا نشسته اید؟ فرداست که او سوگلی شود و به همه ما امر و نهی کند. ملک السلطنه تو چیزی بگو، به من نگاه کن، من زیباترم یا او؟ چرا نشسته اید؟ او را به حجره سلطان میبرند، شما نشسته اید بزک میکنید؟ چرا نشسته اید؟ بلند شید، بلند شید، سرسره سوارش کنید. این سوگلی شود، این گیسمانی ده؟ منو بزنی بلند شید، چرا نشسته اید؟ چه میکنی؟ نمیشنوی؟ کر شده ای؟ کور شده ای؟ چرا نشسته اید؟ سرسره سوارش کنید! ای پیرزن، 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 من پیر شدم، 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 من پیر شدم. درونی و بیرونی به ساحت مطهرتان تشکیک میکنند. صدیق الحرم برود لای دست پدرش. جسارت قربان. ولی بلدی اسباب شور و حیرت را به راه بیاندازی؟ حالا ببینید عکاس باشی عکاس باشی تر است. یا ملی جنگ پدر سخته، چه زود رژیستر شدی.
مسبوق به سابقه نیست که سلطان با صیغه بیش از یک شب بیتوته کرده باشد. حال 9 شب و 8 روز است که قرق نمی‌شکند و سلطان از حجله مبارک خروج نمی‌کند. شاکر خود شاکی است. سلطان وهم و خیال مرا تصرف و عدوانی کردند خاتون. عکاس باشی؟ بله خاتون. گلنار بر رویش از من بهتر است. چشم ملت بر روی خلوت سلطان کور است. گلنار لعبتی نیست. دلربایی از سینماتوگراف است که میمون و مهد اولیا نشان می‌دهد. در خفا از من عکس متحرک بردار تا مهر من به دل سلطان بازگردد. نعوذ بالله. اندرونی سلطان آرتیست مؤنث سینماتوگراف. سلطان میفرستد گردن برادران لومیر را بزنند. پس خاکی بر سر کن که سلطان رغبت اندرونی کند. خاک بر سر سینماتوگراف که معجون و سلاطین شد. می سپارم از اندرونی کنیزی را برایت صیغه بخوانند. نقل و گل بیاورید. این ایام باب است اهل هنر عارف بنماید. تو یکی گویی زاهد. زاهد نیستم خاتون، عاشقم. زهد من از دلدادگی است، نه از بیدلی است. آنچه تو صنعت میکنی از ملی جک هم برمی آید.
گلنار. گلنار. گلنار و سلطنه برامینی. گلنار. گلنار و دوله شیرازی. گلنار. یا گلنار و نساء برامینی. گلنار. در حرم مبارکه نام هفت گلنار به ثبت رسیده است. گلنار. او را بین زنان حرم جستجو کنید. گلنار. 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 گلنار من بی بی سلطنه شو گلو شو گلنار من یه میبشیم چه سو گلیم گلنار انا نعیم الدور اخصا گلی 15 گلنار گلنار اما گیمی سو گلی 67 شما چی گیدی کبریان گلنار من جعفر پرده از سوخته این روفیاز شاه بابا که زمانی دراز به او دل داده بودید. گلنار آخرین سوگلی است شاه بابا. من شاه بابا نیستم. من جعفرم. میای بریم تهرون؟ تهرون؟ تهرون، تهرون، تهرون که میگن جای قشنگیه اما مردمش سوخته. تهرون، پدر سوخته. خانم عزیز آتیه، جوانی خاطرت هست؟ زیر اشجار بیبرگ غافل از اون همه بچه که ما رو میپاییدن. خانم عزیز چه هوای خوبیه، چقدر خوبه که من و شما تنهایی دور از اون همه نگاه مزاحم. سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
سلطان به اندرونی مبارکه تشریف فرما می شوند. میرزا قاسی فرمایش کند. در مصنوعات سینماتوگراف نباید هیچ عکس متحرک یا نقل قولی به صراحه یا به کنایه موجز یا متول به کار رود که اهانتی یا انتقادی یا درد دلی باشد با شخص سلطان. چی کار میکنی؟ من دارم آفتاب میگیرم. این زیر، این زیر جای آفتاب گرفتنه. حکایت نباید به یکی از قشون نظمیه، عدلیه یا حکام ولایات یا خیشاوندان دور و نزدیک ایشان شبهه جسارت، کنایت، اداوت، شقاوت، زلالت الا رژیسور محبوس، اسباب سینماتوگراف مزبوط، عوارض دیوانی مأخوذ، بلدیه معذور، حیثیت عمومی محفوظ خواهد ماند. خیلی خوشحالم من، نازک خورم من، خیلی خوشحالم من، نازک خورم من. ای
بیچاره هنوز هم به فکر مال دنیاست. زود باش بده. گفتم زود باش جونت بده. حاج آقا، حاج آقا، وقتی رسیدیم تو بهشت بوریق سیغه میکنی یا قلمون؟ برو بابا، من دارم از سر دق میکنم، تو این واس من قلمون قلمون در میاری. برید مفشید ای ارباق ناپا. سلطان، ملت را جهت تماشای فیلم دختر لور به سینمای تابستانی کاخ گلستان دعوت می‌فرمایند. مالی، مالی جان، برو به اون ضعیف کمک کن. ننه، سوزنت رو بده، نه کن.
تو دیگه هستی ننه؟ ملی جک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم. خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟ تهرون. تهرون. تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی. حسن ولی بایستی که توی نور نخ کنم. مادر، مثل اینکه حق با توه، این سوزن نخ شدنی نیست، هر جفتمون رو گذاشتن سر کار. عکاس باشی را کجا میبرید؟ قبلی عالم، پس ما چگونه از این پرده خارج شویم؟ عکاس باشی منی را بیرون بیاورد. ملیشک را بیرون بیاورید. ننه، سوزن تو پال نره. خوابیده است. اگه نرخصی میشینم عقده یه دل باز میکنم، نگاه تو چشماز میکنم، شکوه را آغاز میکنم. میگم حسن جق جق قرانون بده و چاشید بده، میگم خلال در بیاره کفش تو دم کاشید بده. ساتور ملوک، خانم سلطان، ساتور ملوک، خامر خانم، انیس الدوله، فخرال ملوک، فخرال دوله، گلین آقا، بجنبین، بجنبین و تنه کنیم، جود باشین، گلده های اکبر، کابه فرام من بار، بگو آقا برای فارم همینی کارش چرا بودو بودو، بجنبین، بجنبین و تنه کنیم. جامعه جمشی بزم و
شرفیاب می شود. همه میگن چشمه آره. حامل نامه هستم محرمانه از امیر کبیر برای سلطان. من چشای خستم توی چشاب می دوستم. یک دفعه آتوه شدم زندگی مو فروختم. ملک خفز کن. سلطان صاحب قران، حالت حالی ملک و ملت خراب، تزارش خواباد را زمیمه خاک روس کرده است. سلطان صاحب قران سرگرم ملیجک و معشوق و سلطنه و محبوب و دوله و عزیز و لیاله. مگر ناموس ملت را خدا حفظ کند؟ مگر پهلوانی از غیب پیدا شود؟ مگر ملت و دولت جستجو کنند پهلوان ترین رایا را بیابند؟ تا ناموس ملت را از امیر کبیر بگیریم به دست او بسپاریم. روزی او را تحقیر کرده بود. مردی با جاه و شکوه فراوان، با لشکری از ریزخواران و هواخواهان بر گرد و گردش. شا مصطفی نفسش حق و تیغش بر را جیرم کنین این بساتتون رو ببینم. مواظب مشت‌های سنگین این مرد که مصطفی لورش می‌نامند باشید. برو همون جا. طوفان در شهر ما. فریاد نیمه شب. وای خدا، فرمان اومد. خونشو میبینم. نه فرمان، نره تو قسم خورده بودی. تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی. ولم کن ننه. قسمتو فرو بده و سال بعد بفرست. من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن. صحبت ناموسه. قیصر! کجایی که داشتا کشتن؟ فرمون فرمون که میگفتن این بود. عافیت باشه قیصر خان. بفرما. من سفر بله من سفر. بیا یه نفر زیر دوش کشتن، بیچاره شدیم، با چوب زدن، خون داره ازش. بیا شدم. بیا زیر دوش تو ببینش. من سفر. بیا بیچاره شدیم. وای خود به سرم شد. بیچاره شدم.
به حضور سلطان شرفیاب می شود. برگرد قیصر، برگرد. قیصر بماند. فرمودند قیصر بماند. مرحبا، چه قیلتی؟ خوش بار آمد، خلعت بیاورید. فرمودند خلعت بیاورید. اوش آفرین قیصر، آفرین. خوشک بیاورید، خوشک. آفرین، آفرین. کریم آبنگل با ما، امیر نظام با تو. امیر نظام؟ میشناسیش؟ کدوم نظام؟ صدر اعظم سابق امیر کبیر. قصه او را کوتاه کن، مایلیم ناموس ملت را به دست تو بسپارم. بابا تو دیگه کی هستی؟ به امیر کبیر و صغیر رحم نمیکنی. برو شاهد باش. شده 4 تا زن داشتم، هیچ کی منو دوست نداشت. منم هیچ کی دوست نداشتم الا ببری. میمه تو بغلم، ماچش میکردم، نازش میکردم. گربه من میگفتم ببری خان، با ملیشه جنبازی بود، زنها حسودی کردم، سر به نیستش کردم. پدر سودا، حالا فقط برام گلنار مونده. میخوای بیای تهران؟ عکاس باشی، مایلیم خود اشتراک کنیم و آرتیست مهم سینماتوگراف بشویم.
سلطان به وقت هوشیاری از کرده خیش پشیمان می شوند. مواظب خودت باش، میخوام با گلوله بزنن. کت بده و کلاب بده، دو قازونیم بالاش بده. این گلنار که سلطان حکومتش هم پاش میده. ماشالله شما زیر لحافی کرباسی چه میمه کسی، چه میکنه کسی؟ جون به جونت کنم به قول امیر کبیر خاری طلبی اطفاری. عکاس باشید چرا می نمی نوشه؟ عکاس باشی با نگاتیو مست می شود و با پوزیتیو به هوش می آید. کیف رو ازش بگیرید. تقدیر از شاه بابا سلطان قدر قدرتی نساخت. ببینیم آرتیست ماهری چون جعفر چی کار میکنی؟ گریم میکنیم قبله عالم. گریم؟ کار هر روزه ای ماست. تا کنون کسی کلاه از سر سلطان برداشته بود؟ لیکن کلاه بر سر سلطان فراوان گذاشتن قبله عالم. بگوید اه. ها؟ اه. 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 آسان بیشتر با چیه دکتر؟ گردنت کلوف شده، شکمت هم باد آورده. اینا همه علائم سکته است. یعنی جناب نیت الله خان شما هر لحظه ممکنه این شامپیونای هلندی دچار سکته مغزی بشین. بنوشید. پس حرمت ما چه می شود؟ حرمت شما هنوز مستی. این کار به هوشیاری نیاز دارد. آخر چرا گاو؟ کجای ما به گاو می رود؟ اگر حس بگیرید همه جایتان این دست اول بازیگرید. قبله ی عالم خیش را هم که عوضی بر دوش گرفته ای. مگر فراش باشی مرده است که به ساحت دان جسارت شود. مغلها نوکرها فراشها خوشایی بیارید. نفس سوخته سوار بود سلام را جهر کنی تا به گذنار برسند. این
بود باید یک جریب زمین را شخم کنی، شیر مشعصان هفت سر آیلش را بدهی. نه نه خواهر به مردن نزن، مشعصان مرگت را باور نمی کند و خودش گاو می شود. او را باید به گذشته ارسال کنم. دیگر زمانی حجر، دیگر زمانی مدیرانی ما را از آتیه گریزی نیست، نیست، نیست. در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر، من الاغی دیدم یونجه را میفهمی. حس بگیرید قبله آدم، چون گاو نگاه کنید، نمایشی بازی نکنید، یونجه را حقیقتاً ببرید، ببرید قبله آدم. سر تو بکن اونور، ببلید، ببلید قبله عالم، حقیقتاً یونجه را ببلید. حالت خوبه مشتسن؟ من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم. این حرف رو نزن مشتی. مشتسن! گاو بودن چه دشوار است. جرم عشق تو هم می کشند و قوغاییست آتیه، تو نیز بر لب با ما مجرم که خوش ابراهیم خان راشایی. شهرت عکاس باشی، جرم توهین به ساعت مبارک سلطان. قصه عکاس باشی را کوتاه فرمایید قبل عالم. من قبله عالم نیستم، من گاو مشتسنم، من گاو مشتسنم. این را همه میدانند قبله عالم، اما جرأت گفتنش را ندارند. من گاوم قبله عالم. مراقب خود باشید قبله عالم. مرا سکه یک پول مشتسن. آبروی ما مشتسن. بداده گاوت برن، آبروی ما را میخواد گاوتو بکشن. ران میخواد
من گاوتو بندازم تو جام. برید کنار. برید کنار. دوشی. Sinema çiğe! Golar! من آتیم. در راه که می آمدی کسی سراغ مرا نگرفت. سلام.
آقای مخملباف از راه دور با ما هست تا گفتگوی داشته باشیم درباره این فیلم. آقای مخملباف، اول برای ما بگید که چطور شد رفتید سراغ این سوژه و این فیلم رو ساختید توی اون سالها؟ حدود 30 سال پیش من 2 تا فیلم ساختم به نام نوبت عاشقی و شبهای زاینده رود که در جشنواره فیلم فجر همون سال به نمایش در اومد و بلافاصله توقیف شد. بعد از جشنواره مطبوعات دست راستی، امثال کیهان، روزنامه جمهوری اسلامی و بقیه به مدت 6 ماه این 2 تا فیلم و سازندش رو مورد حمله شدید قرار دادن. کار بالا گرفت بعد از چند ماه و رسید به مجلس و بیت رهبری. بعد باز هم کار از اون بالاتر رفت و کلیت سینما رفت زیر سوال. وزیر وقت فرهنگ آقای خاتمی مجبور به استعفا شد و من احساس وظیفه کردم که در چنین شرایطی که تمامیت سینما مورد هجوم به اصطلاح سیاست و سانسور قرار گرفته، اگر شانس اینو داشته باشم که یه فیلم دیگه ای بسازم، میخوام فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما رو بسازم برای دفاع از کلیت سینما با یک نگاه عاشقانه ستایشگرانه در باره هنر در مقابل سیاست و سانسور. فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما در سال 1370 ساخته شده. قبل از اون شما نوبت عاشقی رو ساخته بودید و شبهای زاینده رود رو، فیلم هایی که هر دو هم موضوعات جنجالی داشتن درباره عشق و درباره به هر حال وضعیت حاکم بر ایران در اون سالها. در شبهای زاینده رود هر دو تای اون فیلم ها توقیف شده بود، بعدش هم این فیلم توقیف شد. چه اتفاقی افتاد؟ 29 سال پیش، یعنی درست 1 سال بعد از توقیف نوبت عاشقی و شبهای زاینده رود، ناصرالدین شاه آکتور سینما در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد، مورد استقبال شدید مردم واقع شد. وزارت ارشاد به من گفت تو از یک طرف تیغ گیوتین رو نشون میدی مال قرون وسطا، از یک طرف عبا انداختی رو دوش ناصرالدین شاه و ملیجک و این کنایه ایست که در واقع به حکومت خواهد خورد. و امام جمعه رشت اولین کسی بودش که حمله کرد به فیلم و بعد ائمه جمعه دیگه یکی یکی متعصبین رو تحریک کردن که چه نشستین، اسلام از دست رفت، انقلاب از دست رفت و فیلم رو یکی یکی کشیدن پایین. خب این سانسور که ازش صحبت میکنید، نحوه این سانسور چطور بود؟ 2 تا دلیل برای توقیف این فیلم مطرح شد. یکی این که خب کل فیلم در دفاع از هنر در مقابل سیاست و سانسور بود، برای که نشون میداد از یک طرف هنرمند برای آزادی تلاش میکنه، برای پیشرفت جامعه تلاش میکنه، ولی در مقابلش حاکمیت با گیوتین دوره قرون وسطا ایستاده. دومین دلیلی که باعث شد فیلم توقیف بشه، حضور هنرپیشه‌های قبل از انقلاب در این فیلم بود. کسانی مثل خانم گوگوش، آقایون بهروز وثوقی، فردین، ناصر ملک مطیعی، ظهوری و دیگران، و این فرصتی داد به دست ائمه جمعه، متعصبین، روزنامه‌های دست راستی که عوام جامعه رو تحریک کنن که چه نشستید که اسلام از دست رفت، انقلاب از دست رفت، هنرپیشه‌های طاغوتی آمدن و دارن انقلاب و اسلام رو به خطر میندازن. و باعث شد که فومارای زیادی علیه فیلم و من جمع شد و حتی تقاضای مجازات و برخی تقاضای مجازات اعدام هم کردن. ناصرالدین شاه آکتور سینما فیلمی هست در ستایش تاریخ سینمای ایران و همچنین ستایش فیلم‌های متفاوت کارگردان‌ها و بازیگران بزرگ ایرانی، ولی میان اون همه فیلم به نظر میاد که انتخاب کار خیلی سختی بوده، نه؟ 20 دقیقه وقت داشتم که کل تاریخ سینمای ایران رو نشون بدم، تمام اوج‌ها و فرازهاشو، و از یک طرف تو 70 دقیقه‌ای که خود داستان ناصرالدین شاه بود باید جوری پلاناش ساخته میشد که هر پلانی به نوعی مچ و هماهنگ بشه با فیلمایی که در 70 سال قبل ساخته شده بود، از نظر نورپردازی، از نظر کمپوزیسیون، حتی از نظر کیفیت
به اصطلاح بازی، سبک بازی، کیفیت فیلم برداری و این هماهنگ کردن فیلمی که من می ساختم به شکلی که مچ بشه با پلانهای تاریخ سینما کار دشواری بود که بیشتر اهل فن متوجه میشن. داستان فیلم شما با مظفرالدین شاه پسر ناصرالدین شاه شروع میشه که از سفر فرنگش اسباب سینماتوگراف یا همون دوربین فیلم برداری رو همراهش میاره، اما بلافاصله زمان به عقب برمیگرده و تاریخ سیاسی ایران در حقیقت در درون فیلم به عقب برمیگرده. با این کارتون شما دنباله چی بودید؟ تاریخ ایران حداقل از زمان مشروطه به این طرف شکل ظاهریش پیشرفت و رفاه و ظاهر مدرن تری داره. مثلا ما هواپیما سوار میشیم، دیگه با دست غذا نمیخوریم، با قاشق چنگال غذا میخوریم، ساختمونا نو شدن، ماشین داریم، کامپیوتر داریم، یعنی ظاهر زندگی جامعه ایران ظاهر مدرنیه. ولی حقیقتش اینیست که ما از نظر تاریخ سیاسی، از نظر نحوه اداره جامعه توسط حکومت برگشتیم به قبل از مشروطه، به دوران قاجار و حتی عقبتر به 1400 سال پیش. توی این فیلم صحنه های خیلی زیادی هست که انگار بین جادو و واقعیت در نوسانه. کل فیلم هم که اصلا مثل یه جادو میمونه. این جادو توی خیلی از فیلم های شما دیده میشه ولی اینجا خیلی بیشتر هست. از این جادو در فیلمتون میگید؟ ببینید، از نظر من یه فیلمی اگر قرار باشه که فیلم خوبی باشه به سه تا ویژگی احتیاج داره. اولیش جاذبه است. بدون عواملی که فیلم رو جذاب میکنن تماشاچی حوصله دیدن فیلم رو تا به انتها نداره. اما خب این کافی نیست، چون وقتی تماشاچی سالن سینما رو ترک میکنه از خودش میپرسه که معنای فیلم چی بود، و اگر فیلم بدون معنا باشه به نظر تماشاچی عبث میاد و احساس میکنه فرصتی رو از دست داد و فقط تونست سرگرم بشه. اما اگر بنا باشه فیلم موندگار بشه، به یک عنصر سومی به نام جادو یا رازگونگی نیاز داره که بدون اون محال تماشاچی دلش بخواد دوباره برگرده و اون فیلم رو ببینه. فیلم ناصرالدین شاه از طرفی جذاب، با طنز، با عشق، از یک طرف معنا داره، معنای هنر در مقابل سیاست، در مقابل استبداد، و معنای ستایشگرانه نسبت به هنر در مقابل سانسور سرکوبگر، و از یه طرف همه اینا به شکل جادویی مطرح میشه. شما احساس میکنید توی هزار توهای هزار و یک شب دارید یک فیلم رو میبینید، انگار که تو افسانه های کهنی، در این حال گذشته و حال و آینده با هم ترکیب میشه، خیال و واقعیت با هم ترکیب میشه، هر پلانی بیش از یک معنا و بیش از یک زاویه درش مطرحه و شما با یه بار دیدن این فیلم نمیتونید تمام معانی رو بگیرید، جذب میشید، گاهی سحر میشید، اما احتیاج دارید بارها ببینید تا اون جادو رو کشف کنید. این بخش ایجاد جادوی فیلم نمیشه پلان کرد، یعنی گفت خب این کارو میکنم برای که تماشاچی سرگرم شه، یا این جمله رو میذارم تا معنای فیلم در بیاد. در واقع جذابیت و معنای فیلم رو خودآگاه هنرمند میسازه، ولی جادو رو ناخودآگاه میسازه. شما به یک حالتی از الهام نیاز دارید، درست مثل شاعری که با الهام شعر میگه، باید جوششی اتفاق بیفته، کوششی نیست و همیشه هم اتفاق نمیفته. نقد های شما و اعتراض های شما در این فیلم اعتراض به نظام سانسور هست و سانسور ما با نماد گیوتین در فیلم میبینیم. چرا گیوتین؟ بهترین شکلی که من میتونستم نشون بدم عقب افتادگی و قرون وسطایی بودن سانسور رو در ایران نماد گیوتین بود، که هم آثار هنری رو تکه پاره میکنه و در نهایت خود آرتیست ها رو از بین میبره. ولی این فقط یه مدل از سانسوره که از حکومت میاد، از سیاست میاد.
یه مدل دیگه از سانسور داریم که تیغ قیچی است که دست زنای حرمسراست، کسانی که خودشون قربانی مرد سالاری قاجاریان یا مرد سالاری جامعه آخوندیان، خود اینا یه کس دیگه ای رو باز قربانی میکنن، گیسشون میچینن. از اینکه این فیلم بالاخره بعد از این همه سال دوباره بازسازی شده و برای مردم ایران داره به نمایش در میاد، خودتون الان چه احساسی دارید؟ اولا خوشحالم، چون هیچ فیلمسازی فیلم رو نمیسازه برای آرشیف، همه ما فیلم میسازیم که دیده شه. اما خاطرم هست موقع که این فیلم رو میساختم یه بیت شعر رو مدام با خودم زمزمه میکردم که روح فیلم هم در واقع این شعر رو بیان میکنه. اون شعر اینیست که غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، بنیان هیچ سلطنتی پایدار نیست. اینکه امروز این فیلم به نمایش در میاد برای من نوید این رو میده که در آینده همه فیلم‌های توقیفی ایران در درون جامعه ایران به نمایش در میاد، روزی که استبداد و سانسور از مملکت ایران بیرون شده. بسیار ممنون و متشکرم از حضور شما در برنامه این هفته آقای مخملبا. فرصت دیگه ای برای گفتگو نیست. شما از طریق راه ارتباطی همیشگی ما که اینجا داره زیر نویس میشه برام بنویسید نقد و نظرتون رو درباره فیلم، و همینطور اگه خاطره ای از فیلم این هفته و یا محمد علی کشاورز دارین برای ما بفرستید نظراتتون رو. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، بدرود و مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید.